بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که ایام نوروز، سال نو، بهار رو به خوبی خوشی پشت سر بگذارید و هر روز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز باشه. امروز 27 ماه مارس 2017 میلادی است و برابر است با 7 فروردین ماه 1396. اجازه بدید که ما هم به شما نشون بدیم که اگر خواستید شیر کنید برنامه های ما رو با دوستانتون چگونه انجام بدید، هم خودمون ضمناً این کار رو الان انجام بدهیم. و اما وقتی که اینجا هستیم، میایم روی صفحه خودم، صفحه فیسبوک سوربی و این صفحه شخصی منه. اجازه بدید که ببینم. حالا شد، بله عوض شد. شما میبینید این برنامه که این پایین میبینید الان برنامه زنده است. پایین این نوشته شعر، بعدم میپرسه با کی میخواین شعر کنید. اگه شما فقط یه صفحه داشته باشید، یا بهتون میگه با دوستانتون، یا میگین صفحه خودم. ما اینجا چون خودمون هستیم، دوستامون هستن، تلویزیون مردم هست، میگیم که با تلویزیون مردم. اینم ببینید شد مردم تیوی. ما همینجا می نویسیم سوربی با مردم بیحال و تاریخ هم هست 27 مارچ یا مارس 2017. کجا هستیم؟ USA. اسم و فامیل و آدرس و شماره تلفن و ایمیل و همه چیز داریم. میگیم هم کجا هستیم و خجالتش برای اونهایی که ادعای آزادی میکنن و میخوان برای دیگران هم تکلیف معین کنن، ولی در سوراخ‌هاشون خزیدند و پشت اسمای مختلف خودشون رو پنهان کردند. ممنونم از دوستانی که روی فیسبوک هستن، مثل آقای شیرزاد جلیلی. سال نوت مبارک، امیدوارم سال خوبی داشته باشی و در این سال جدید همه چیز بر وفق مرادت باشه. و ببینیم که آمد اینجا روی مردم تیوی. بله ببینیم، آها اینجا روی مردم تیوی هم میبینید که آمد و آماده است. از هر دو طریق میتونید تماشا کنید و هر کدومش براتون راحت تر باشه، هر کدومی که اسمش رو به اصطلاح بتونید به خاطر بسپارید. نمیدونم دیگه، بعضیا اینا رو چیز کردن، گذاشتن توی مموری یا قسمت فیوریت. فیوریت یعنی محبوب، جایی که دوستش دارید، هر روز سر میزنید. خب اینم از این. البته ماها، مثلا خود من هم این مرض رو دارم، جاهایی که دوست ندارم بیشتر سر میزنم تا اون جایی که دوست دارم. میخوام ببینم اونایی که مخالفشونم چی میگن، یا اونایی که مخالف عقیده من هستن چی میگن. نمیدونم آیا این مرض یا این حس کنجکاوی هست، شما چی فکر میکنید؟ و اما بذارید من این قسمت رو هم اینجا بنویسم و براتون بذارم که شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. بله امروز هوا اینجا به شدت گرم شده. میبینید اینجا نوشت شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. خب آقای ستار، 14 می، فعلا وقت زیاد داریم. ماز جبرانی، 15 آپریل، در دو سانس. این کلمه سیانس یا سانس فکر کنم فرانسوی باشه. دو تا، یکی 7 شب، یکی 9:30 شب در کندی سنتر. کندی سنتر میدونید یکی از جاهای لندمارک های مهم آمریکا و واشنگتن هست که شما اگر آمدید اینجا حتما سری هم به کندی سنتر بزنید. به قول یکی از دوستان ما میگفت سندی کنتر، و هر جوری که دلتون میخواد این جاها رو ببینید. حسن واشنگتن، حسن آمریکا اینه که اینا پول نمیگیرن و خیلی جالبه، از تمام مردم، از تکسشون، از مالیاتشون پولا رو که میگیرن خرج اینجا میکنن، ولی همه مثل من و شما میتونیم مجانی بریم ببینیم و لذت ببریم. و اما بهتون گفتم که امروز دوشنبه 27 مارس 2017 میلادی برابر با 7 فروردین. اجازه بدید من از هوشنگ
ترسو همشهری عزیزم تشکر کنم. هوشنگ جان ایمیل تو گرفتم، چیزی که هست با این تلفن دستیم بودم، میخواستم بگم خب بذارم این ور که بعدا جواب بدم. گویا اینجوری که میکنی پاک میشه و پاکم که میشه پاک شد، یعنی دیگه اینجوری نیست که بره توی ترشکن، سطل آشغال، سطل زباله. تفاوت آشغال با زباله چیه؟ اینجا تو آمریکا دو تا چیز دارن، یکی بهش میگن ترشکن، یکی دیگه بهش میگن گاربیج. یا به همین خاطر هم هست که اون چیزای خیس و اینها رو توی گاربیج دیسپوزال به اصطلاح له میکنن و میره توی قسمت سیستم فاضلاب شهر. حالا این سیستم فاضلاب هم اینجا چندین نوع مختلف داره. و اما فرح دیبا پهلوی، بانوی مردمی یا زنی مکار و سودجو، نظر شما چیه دوستان؟ چرا درباره این موضوعاتی که ما عنوان میکنیم شما نظر نمیدید؟ همینجوری میبینید و میرید، نمینویسید، چیزی پیامی نمیذارید. صحبت از پیام شد، اجازه بدید براتون یه پیامی رو پخش کنم. ولی این پیام ضمن این که بسیار خوب و مؤثر هست و درباره دوستمون آقای به اصطلاح مهدی ذوالفقاری که صحبت کردیم آخرین جمعه سال 1359 هست، متاسفانه یا خوشبختانه زمانش نزدیک به 20 دقیقه است. من الان براتون یه بخشش رو پخش میکنم که بدونید در چه موردی ایشون میخواد صحبت کنه. در قسمت بعد از برنامه خودم این رو پخش میکنم، روی یوتیوب هم خواهد بود. برای اونایی که ما رو از فیسبوک میبینن، لینک یوتیوب رو وقتی گفتم خداحافظ میذارم زیر هر دوی این چیز به اصطلاح فیسبوک تا ببینید و بشنوید. و قول میدم چون دفعه قبل که پیام ایشون رو پخش کردم دوستان شکایت کردن که صدای این اینجوری تایپ رایتر یا کیبورد میاد و ما این بار دستامونو اینجوری میگیریم بالا که شما مطمئن بشید که داریم به اصطلاح چیزی تایپ نمی کنیم. بذارید براتون این رو هم باز کنم و ببینیم که اینجاست پیام شما در تلویزیون مردم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم به صورت پیام برنامه داشته باشید. تا یکی دو بار مهمون ما هستید، مهمون هم توی مسلمان ها میگن حبیب خداست، هم اینجا میگن مهمون خوبه، مثل نفس تازه است، لازمه. ولی خودتون سنگینی و رنگینی خودتون رو رعایت کنید و یکی دو بار که مهمون بودید بعد به عنوان صاحب خانه کمرای سه بشنوید. همراه با درود و سلام به عرض میرسانم. آنچه مرا به نگارش و خواندن این نوشته روان نمود دو سبب است. یک، گفته های آقای مهدی ذوالفقاری در مصاحبه اخیرشان با آقای سربی که در آن اشاره به یک وظیفه انسانی کردند. این وظیفه آموزش دیگر انسانها و انتقال اطلاعات و دانش به دیگران است. بدون شک ایشان محقق هستند و به این نتیجه گیری و زحمتشان ارزش می نهم و ارج می گذارم. دو، بیماری چچچه هم و سؤال کردن مداوم مرا به سوی بررسی مغز انسان کرد. این کار بیش از 16 سال است که شروع شده و هنوز ادامه دارد. آنچه در این گفتار به عرض خواهم رساند فقط بخشی از این بررسی هاست. انتظار ندارم که مورد موافقت عموم قرار گیرد. خواهش دارم فقط بینندگان و شنوندگانی که پیرو عمیق‌تر اندیشیدن می باشند به این برنامه صدا گوش فرادهند. از تمام نخبگانی که این برنامه را تماشا می کنند، اگر فقط یک نفر آن را قبول کند، فکر کنم معجزه کردم و پیامم رسیده و هدفم برآورده شده. تاریخ ثبت کرده که تمام نوآفرینان به ویژه اندیشمندان در جهان تا اواخر قرن بیستم و به خصوص در کشورهای کهن مورد تنفر عموم قرار داشتند. گر کشورهای کهن و تاریخدار به علت عدم توانایی در پیش تاختن و جهت پوشش کمبود به گذشتگان آویخته و فضل می فروشند،
و به تاریخشان افتخار میکنم. یک دانشمند، باز تکرار میکنم، یک دانشمند در کشورهای اسلامی و عرب یافت نمیشود که در زمان زندگانی خود زندیق و کافر و ریختن خونش حلال نشده باشد. خب تا همینجا بستتونه دوستان. این پیام رو کاملش بعد از برنامه زنده خودم پخش میکنم. امروز بعد از برنامه زنده خودم 2-3 فیلم جالب براتون دارم. اگر امروز گور پدر این آخونده رو بریزیم سطل آشغال، یکی بیاد به شما بگی که اگه میخواین مملکتتون رو نگه دارید باید یه سری کلاق سیاه یا زاغ، درسته ما به ریون میگیم زاغ چون من چیز دیگه‌ای نمیشناسم، یکی زاغ هست که خیلی باهوشه، اگه اون داستان زاغ و پنیر و روباه و اینا، یکی هم کلاق که خیلی اونم باهوشه چون عمر زیادی میکنه. شما تا حالا چند بار تو خیابون دیدید ماشین به کلاق زده باشه؟ ولی پرنده های دیگه چپ و راست افتادن. اگر امروز یه نفر بگه اگه میخواین حکومتتون نگه دارید باید توی این قصرتون، کاختون، رئیس جمهوری نمیدونم وایت هاوستون، کاخ سفیدتون 60 تا 600 تا یا 6 تا از این زاغ رو نگه دارید و روزی که اینها از اینجا پرواز کنن برن یا بمیرن به هر دلیلی، عمر پادشاهی یا کیندم شما از بین میره، شما چی میگین؟ نمیگین اینا دیگه عجب خرافاتی هستن؟ انگلستان ماجراش اینه. این فیلم درباره به اصطلاح رمز و راز انگلستان صحبت میکنه و بهش میگن لندن تاور، بیش از 900 سال ساخته شده و داستان جالبیه. تو اون براتون تعریف میکنه که چجوری یه پادشاه از سکه های خودش میدزده، یعنی به جایی که سکه هایی رو که طلا بوده یا نقره بوده به اصطلاح در دست مردم بودن، این اون هرس و آز ورش میداره و به ترتیب این سکه ها که میان داخل اینا رو که طلا هست نگه میداره، سکه ها رو با یه فلزهای دیگه درست میکنه میده دست مردم، یعنی به این وسیله طلاهای همه مردم رو خودش نگه میداره. بعد کشت و کشتارهایی که میکنن، مثلا اون پادشاه اون یکی رو اعدام میکنه سرش هم میذاره اونجا برای پند اونها، و این گیت یا دروازه تریدرز یا تریزن یعنی خائنان هنوز توی این کاخ هست. روزگار غریبی است، نمیدونیم والا. یکی میبینی با لباس ارتشی میاد دیکتاتور میشه، یکی میبینی با تاج میاد دیکتاتور میشه، یکی میبینی با عمامه میاد دیکتاتور میشه، و بیچاره مردم که هنوز راهی پیدا نکردن چگونه با این دیکتاتورها مقابله کنن. بریم سراغ کتاب 1001 مثل فارسی انگلیسی از خانم سیمین حبیبیان، نوشته اگر روی بدی آسترش رو هم میخواد. این در رابطه با لباس دوختن و خیاطی اینها هست فکر کنم دیگه، رویه و آستر مال پارچه و اینها بود. در صورت میگه اگر زری بپوشی، اگر اطلسی بپوشی، همان کنگر فروشی. اولا این حکایت میکنه که توی جامعه ما مثلا کنگر فروشه از یک کلاس پایین یا رتبه پایینی برخورداره و همه میتونن بهش توهین کنن. میگه حتی اگه لباس زری بپوشی یا اگر اطلسی بپوشی همان کنگر فروشی. بعد میگه اگر علی ساربونه میدونه شطورشو کجا بخوابونه. نمیدونم حالا این علی همون حضرت علیه یا یه علی دیگه ساربان، به اصطلاح شغل ساربانی بوده و مسئول کاربان. و اما باز میاد حالا دیگه به یک اقلیت یا به یک قومی یا به یک زبانی دیگه توهین میکنه. اگر لور به بازار نره بازار میگنده. اینم صفحه 44 بود و این کتاب رو من بهتون گفتم 15 سال پیش خانم سیمین حبیبیان نوشته و من هم دارم و تصمیم گرفتیم روزی یک صفحه از این بخونیم، روزی یه چیزی یاد بگیریم. این یاد گرفتن رو ما نباید هیچ وقت از به اصطلاح بگیم دیگه حالا همه چیز رو من میدونم و دیگه حالا فقط باید یاد دیگران بدم. میدونید شغل معلمی که یکی از حساس ترین شغلهای جامعه است و متاسفانه هیچ کسی حتی آمریکا تا حالا قدرش رو ندونسته، براش ارزش قائل نشده. میگه معلم باید ساعاتی رو آسایش رو
امنیت و استراحت داشته باشه تا بره خودش رو این ما حالا دیگه میگیم up to date به روز کنه، با اطلاعات جدید بیاد برای بچه ها درس بده. ولی یادتون هست معلمای ما هم چقدر میگفتیم واو فلانی عجب معلمیه، آقای فلانی صفحه مثلا میگی 70 فیزیک رو میگی فلان، آقا این یک کتاب تو عمرش درس داده بود و همین تکرار مکررات. یادم آقای علوی مقدم می اومد، نمیدونید مدرسه احمدی رو تعطیل میکردن برای کلاس‌های فوق‌العاده ایشون، احتمالاً فوت شده چون همون موقع سن زیادی داشت. چه شایعاتی میگفتن آقا ایشون میتونه هیپنوتیزم کنه، اینقدر فیزیک میدونه که میتونه هیپنوتیزم کنه. بعدم شما میگی اینجوری میگه صفحه 68 رو باز کن فلان، یا آقای رعنایی درسته که اینجا معلم همیشه میگه که من نمیدونم، باید اینو یاد بگیرم. امروز با یکی از همین دوباره احمقایی که اسمش نمیدونم منچستر یوکی هست، عکسش یه عکس مارک چیزی هست و اینها، یه مدت هم انداخته بودنش بیرون. من بعد از مدتی مثل شاگردایی که از کلاس میندازی بیرون میگی دوباره بیان داخل، به قول معروف شاید متنبه شده باشن، تنبیه شده باشن، به قول خودمون شاید آدم شده باشن، ولی میبینی نه آقا اینا خر عیسی هستن، به مکه هم که ببری همان خر بر میگردن. البته من نشنیدم کسی به مکه رفته باشه و به اصطلاح یه جور دیگه‌ای برگشته باشه. میشنویم که هر کی میره بدتر شده، حاجی بازاری رفته حاجی دوست شده. نمیدونم شما کسی رو میشناسید که رفته باشه مکه و اینها بهتر برگشته باشه؟ امروز صبح آقای جاوید شهافر میدونید که ایشون به اصطلاح قاضی هستن توی رژیم شاهنشاهی هم مسئولیتی داشتند و اینها، و اجازه بدید که بله سرهنگ دوم قضایی بازنشسته جاوید شهافر الان هم در استرالیا هستن، کارهای عقد و ازدواج و اینها رو انجام میدن و یک وبسایتی دارن و یه تلویزیونی هم دارن به نام آزاد اندیشان جهان، و اون را از روی تلویزیون مردم هم میتونید ببینید و تماشا کنید و باشون در تماس باشید. امروز برای من و دوستانشون یه ایمیلی فرستاده بودن با این عنوان: پیشگاه مردمی ترین ملکه تاریخ امپراتوری های ایرانی شهبانو فرح پهلوی. من بدونی که به اون پاییناش برسم بهشون گفتم این نامه شما از همین اولش اشکال پیدا کرده و مطمئنم که اشکالات بیشتری داره. بعدم که باشون با اسکایپ صحبت کردم ایشون گفت که من خوشحال میشم شما این اشکالات رو بگی و من در برنامه مهمان شما باشم، یا این هفته یا هفته آینده، و در اون مورد صحبت کنم. باید یاد بگیریم هر کسی از دید خودش، اون مولوی هم گفته بود هر کسی از ذهن خود شد یار من، اینه نگاه کنید این یک جسم معینی هست، یک جسم مشخصی هست، واحده، تک. من به شما میگم شما چی میبینی؟ شما میگی یک کیسه ای که تو شنه و نوشته روش فریم. شما به من میگی تو چی میبینی؟ من میگم یک کیسه ای که کیسه چرمی که تو شنه. چون من نمیبینم این ورش که نوشته فریم فکر کنم اسمیه شرکت کمپانی بود یا پیکچر فریم، بله شرکت بیمه، بله این ور رو من نمیبینم. من حق ندارم به شما بگم شما احمقی چون اینو ننوشته میگی نوشته، شما هم حق نداری فکر کنی من احمقم چون اینو نمیبینم. گرچه اگه دوتامون یکم بریم دورتر از این عصبانیت، از این دوگم بودن، از این نادانی، اون وقت هم من میبینم که ای بابا این ور یه چیزی نوشته، هم شما میبینی که بابا این ور چیزی ننوشته. مثلا این دوست ما نوشته بود که چرا نوشتی 1396؟ میگم آقا جان من کارهای فتوشاپ و این چیزای عکس درست کردن اینها رو نه بلدم نه وقتش رو دارم. یک کسی این کارت رو درست کرده، عکس خروس روش هست و سال 1396 ما اسم و فامیل شرکتمون رو گذاشتیم برای شما فرستادیم بهتون تبریک گفتیم. بیچاره احمق نادان، این فقط یه تبریکه از طرف من به تو. حالا تو میخوای بگی سال 70000، بمیری سال 70000، ولی وقت کی میفهمه تو کی هستی کجا هستی؟
همین الان این اشکال این سالهای نمیدونم هجری و قمری و میلادی مشکل پیش آورده. یه سری هم که حالا اومدن، یه سریشون میگن 2700 فلان، یه سریشون میگن 2500 فلان و موندن. میگم آقا جان تو به تاریخ ایران میخوای بگی؟ از تاریخ پیدایش کی؟ کدوم پادشاه؟ حالا بیان ببینید چقدر وضعمون خرابه. آقای جاوید شهاب‌فهم مینویسه پیشگاه مردمی ترین ملکه تاریخ امپراتوری های ایران، ایرانی شهبانو فرح پهلوی. بهشون گفتم منظور شما از مردمی چیه؟ بعد چه مقایسه‌ای کردی که این خانم مردمی ترینه؟ مثلا این از فوزیه مردمی ترینه، اون یکی دیگه کی بوده؟ ثریا مردمی بوده، این مردمی ترینه. معیارتون چیه؟ قرار ایشون بیاد صحبت کنه. ولی یه چیزی جالب براتون بگم. نوشتن که نوروز این جشن، نوشتن نظر به این که در پیام نوروزیتان از جمشید نام بردید، به جای شاد باش نوروزی ویژه برای آن شهبانوی محبوب، محبوب کی؟ خواستم پیام شادباش نوروزی عمومی را برایتان بفرستم تا ضمن انجام وظیفه حقایقی را نیز به عرض اولیا حضرت برسانم. دوستدار سرهنگ دوم قضایی بازنشسته جاوید شهاب‌فهم. دوستان سال تحویل شد و روز نو آغاز. اولا شما اینجا وقتی توضیح دادید جمشید، من رفتم خب ببینم این نامه‌ای که نامه پیوسته یا به قول دوستان که الان درود ورود میگن به سند یا استناد میگن بنمایه، این بنمایه این نامه‌ای که شما فرستادید به اصطلاح تو اون کجاش از چی صحبت کرده؟ از جمشید. ببینید این نامه رو شما برای من فرستادید. اینجا اجازه بدید دوستان. بله، جالب اینه که خانم فرح پهلوی هم تاج خودش رو داره و ببینید این عکس تاجیه که شاه گذاشت سر خانم فرح پهلوی. بله، نوشتن فروردین 1396 هم میهن عزیز شاد باش های شما را به مناسبت نوروز باستانی دریافت داشتم، از مهرتان سپاسگزارم، امیدوارم سال نو پیام‌آور سال روشنایی و پیروزی برای همه ایرانیان باشد. برای شما و همه عزیزانتان سلامتی، شادی و سرفرازی آرزو دارم. فرح پهلوی. من اینجا صحبتی از جمشید نمیبینم. ضمناً دوستان یکی بیاد محض رضای خدا به ما بگه که این داستان ما کجاست، تقویممون کجاست، تاریخمون کجاست، کدومش حقیقیه؟ چون قاطی کردن دوستان. اصلا ما پادشاهی به نام جمشید داشتیم؟ چه سالی بوده؟ قبل از کی بوده؟ بعد از کدام سلسله بوده؟ خوشحال میشم آقای شهاب‌فهم مهمان ما باشن و در این مورد صحبت کنیم. بذار ببینیم این دوستمون کی هست. بله، خیلی ممنون. آره، پس اینو میذاریم برای روزی که ایشون با ما هستن، چون ما قرارمون اینه که تنها به قاضی نریم. به این دوستان میگم شما تشریف بیارید، من پوینت خود نظر خودم رو میگم، شما پوینت خود نظر خود قسمت خود داستان خود رو بگید و این مردم هستند که قضاوت میکنن. آقای شهاب‌فهم یه نصیحتی هم به من کردن، چشم سعی میکنم. ایشون گفتن چون تلویزیون مردمی هست و شما طرفت مردم هست، بذار مردم حرف بزنن و عصبانی نشید. سعی و کوشش و تلاش خودم رو میکنم، ولی من هم از پوست و گوشت و استخوانم و بارها به مردم گفتم آقا خانم اگه میخوای منم مثل مجریای دیگه دروغ بگم، قربون صدقتون برم برای که یه دلار به من بدید، من اون آدم نیستم. برید اون طرف رو پیدا کنید. دوستان ایام عید و نوروز و اینها شنیدیم که آقای شهرام و همایون بیمار بوده و رفته به اصطلاح بیمارستان و جراحی داشته و اینها. اگر کسی خبر موثقی داره ما خوشحال میشیم بشنویم. از این خبرهایی که آقا گفتن نمیدونم یه قده تو سرش قدی یه هواپیما اینا، ول کنید دیگه بابا، زشته. اونم یه آدمیه مثل من و شما، اگه باهاش مخالفت هم داریم دشمنی رو کنار بذاریم. با درود و تقدیم دوباره شادباشهای نوروز، در پایین مقاله‌ای دیده می شود که با جمع‌آوری حقایق جزئی تصویری دروغین به هم بافته می شود. هموطن گرامی نمی دانند که اگر امروز
آزمایش دی ان ای از مردم ساکن سرزمین ایران بشود، آریایان و بیان. من دوستان عینکمو عوض کردم، یه کمی مشکل دارم و امروز مجبور شدم 3-4 تا عینک حتی کهنه ها رو بیارم ببینم بلکه میبینم و باید برم و اینو تنظیمش کنم. میدونید که عینک به غیر از اینکه کجاش برای خوندن، کجاش برای کامپیوتر، کجاش برای دوره، یه تنظیمی دیگه ای داره که اینجوری به قول اینا تیلتش میکنن، یعنی زاویه بهش میدن. یه وقت ممکنه رو چشم شما اینجوری خوب باشه، یه وقت ممکنه اینجوری خوب باشه. در هر صورت به نظر میرسه ما باید یکم به تنظیمات احتیاج داریم و باور کنید اینجا الان 4 تا عینک گذاشتم. این جدیدترینشه که دیدم اصلا هیچ جا رو نمیبینم، مجبور شدم این عینک قدیمیم رو بیارم. با این یک با قسمت خوندنش میتونم صفحه کامپیوتر رو ببینم، در صورت که من عینکام باید 3 تا چیز داشته باشه، یکی برای خوندن، چون خوندن شما اینجوری میگیری دستت میخونی، بعد یکی دیگه برای کامپیوتر. اینجا تونه وقتی چشمون شروع شد ضعیف شدن، دوستان میگفتن نه آقا چشم ضعیف نیست، دستات کوتاه شده، یکی اینجا یکی هم دور برای رانندگی. اینم از این، اگه یکم من هی اینجوری میکنم نگران نشید، سرک نکشیدم تو خونه های شما. ما خیلی بیان جلو میخونیم سرمون به این شیشه و بهتر همین دوری و دوستی رو رعایت کنیم. خب بله، نوشته در پایین مقاله دیده میشود که با جمع‌آوری حقایق جزئی تصور. بعد این ماجرای آریان و نژاد کوروش و اینها من خوشحال میشم. تا یکی از دوستای ما رفته بود مسافرت، وقتی برگشته بود دیدیم که یک خال فرح و حرم زده بود اینجاش، گفتیم که مست بودی شما؟ گفت نه، من همیشه از خال بدم میمد ولی دیگه فکرش کردم آقا حالا دیگه تو این سن و سال به قول آمریکایی‌ها میگن who cares، who cares یعنی برای هیچ کس مهم نیست. ببخشید بنده هنوز این سرماخوردگی و گلو درد دست بردار نیست. و اما داستان یکی دیگر از سنت های نوروز، آقای سهراب چمنارا یکی از دوستانیه که ما داریم با تلاش و کوشش میکشیم ایشونو از داستان شاهنامه بیرون تا بلکه با واقعیت های تاریخ و نگاهی به امروز به ما بگه برنامهشون برای فردا چیه. ایشون نوشته یک داستان یکی دیگر از سنت‌های نوروز. حاجی فیروز که معرف حضورتون هست، خیلی الان ایراد میگیرن بعد از اون برنامه ماهی قرمز که هیچ ربطی نه به سال نو داشته، نه به هفت شین داشته، نه به هفت سین داشته و خیلی ها این کار رو زشت میدونن و ترک کردن. حالا خیلی ها میگن این سیابازی کار بدیه. حاجی فیروز خب امون نوروز خوبه، بهار میاد میاد، ولی حاجی فیروز سیاه‌بازی، صحبت از تبعیض نژادی میکنه، صحبت از برده و بردهداری میکنه و این کار رو هم باید به یک نحوی به اصطلاح به دست فراموشی بسپاریم. دوستان هی نگید بابا این سنته که خوبه، که این میگه حاجی فیروز سالی یه روزه میرخسیم، سنت های اینجوری خوبه. خب وقت اون آخوندم میان میگه صاحب از زمان هم خوبه دیگه، سالی یه بار میان میگیم صاحب از زمان تو چاهه ولی شما پول بده ما با جشن بگیریم. نکنید همه اینایی که بدن چالا خوشحالی باشه مثل هالووین بچه ها شکلات بخورن و مریض بشن و اضافه وزن پیدا کنن، یا مثل همین که بهتون گفتم توی یکی از قصرهای، یکی دوتا که قصر ندارن توی انگلستان، توی یکی از قصرهاشون زاغ یا ریون رو نگه میدارن که اگر اینها برن پادشاهی ما هم از بین میره. میگه که حاجی فیروز دلغک ملی ما هست یا قهرمان ملی. در 15 آبان ماه سال 23 شمسی عمر خلیفه دوم عرب و عامل کشتار هزاران ایرانی به دست یک برده ایرانی به نام فیروز نهاوندی ملقب به ابولولو در مدینه به قتل رسید و باعث شادی فراوان ایرانیان شد.
و با توجه به اینکه در آن دوران چندین ماه وقت لازم بوده تا خبرها به وسیله کاروانها و مسافران از مدینه به ایران برسد، خبر قتل عمر به دست فیروز حتما در اواخر زمستان به ایران رسیده و همه جا پخش شده و باعث شادی زیاد مردم در آستانه نوروز سال 24 شمسی شده است. آن هم بعد از 8 سال تمام ظلم و ستم و بیداد و جنایت اعراب در ایران. شکست بزرگ قادسیه که آغاز ورود اعراب به ایران بود در سال 15 شمسی، یعنی 8 سال قبل رخ داده بود. میدونید که این قادسیه چیزی بود که صدام هم میگفت که خودش رهبر به اصطلاح چیز قادسیان، فاتح قادسیه است و میخواد بیاد این بار تکلیف ایران رو معلوم کنه. درست مثل این نتنیاهوی احمق جنگجو، خب کسایی هستن که تو جنگ شرکت کردن، جنگجو بودن یک هنره، ولی اینایی که میخوان جنگ به راه بندازن چی بهشون بگیم؟ اینجا بهشون میگن وارمانگر یا همچیزی. در هر صورت اینم میگه که ما 13 به در فلان سال که رفتیم زدیم ایرانی ها رو کشتیم، کار رو تموم نکردیم و میخواییم بریم اینا رو بزنیم بکشیم. هر کسی یهودیه، کلیمیه، صهیونیسته، طرفدار ایناست و فکر میکنه این داستان پوریم، جشن 13 به در ربطی با هم نداره، بیاد مهمون من باشه توضیح بده تا ما از روی تورات از آقای مصطفی زاده خواهش کنیم بیاد روبرو هم وایسه. آقای مصطفی زاده این تورات قدیم و جدید و نمیدونم وسط رو بیاره و شما هم بیاین داستان خودتون رو بگین. از همه این داستان‌ها مستندتر خود داستان آقای نتانیاهو که آمد اینجا چند سال پیش کتاب استر رو برای اوباما آورد و گفت که بیا نگاه کن تو این کتاب بخون، ما کاری رو که اون موقع تموم نکردیم این بار میخوایم تموم کنیم. اون چیزایی که میگفتن نه رو تو کوچه کلیمی ها میان میگیرن میبرن خونت میمکن و نمیدونم فلان، از اینجاها اومده. داستان میگه تا نباشد چیزی که مردم نگویند چیزها، یه ریشه ای داره. نوشته که اما یک مشکل بزرگ بر سر راه شادی ملی مردم ایران وجود داشت. اگر مردم آشکارا از مرگ عمر شادی میکردند، قطعا توسط حکام عرب کشته میشدند. پس مجبور بودند که شادی خود را به نوعی پنهان کنند. لذا از ترکیب شدن شادی مردم از قتل عمر به دست فیروز و نیاز به پنهان کردن این شادی، شخصیت جالب حاجی فیروز به دست ایرانیان ساخته می شود. ای کاش این داستان یا این تاریخ رو شما می گفتید که به قول دوستان سندتون چیه، به چه کتابی استناد کردید آقای چمن را. از یک طرف اسم حاجی فیروز به آشکارا نشان دهنده فیروز نهاوندی در عربستان است، چون مردم هر کس را که به عربستان می رفت حاجی می گفتن. رنگ قرمز جامه و رنگ سیاه چهره حاجی فیروز نشان دهنده جنگ و مبارزه است. در ایران قدیم رنگ قرمز و سیاه نشان دهنده جنگ و مبارزه بوده است. دقت کنید که به دو تن از بزرگترین سرداران ایرانی، بابک خرمدین که رهبر سرخ جامگان بود و ابو مسلم خراسانی که رهبر سیاه جامگان بود، در ایران قدیم رنگ مرگ و عزاداری سیاه نبوده بلکه مانند هندی ها سفید بوده است. رقص حاجی فیروز نشان دهنده شادی و سرور مردم از مرگ عمر است و حتی شعر معروفی هم که حاجی فیروز میخواند، ارباب خودم بزبز قندی، ارباب خودم چرا نمیخندی، در اصل مسخره کردن ارباب های عرب آن زمان و مخصوصا بزرگترین عرب ها یعنی عمر است. همینجا وایس آقای چمنار، شما داری راجع به سالهای اولیه اسلام در ایران صحبت میکنی و داری میگی که حتی خبر مرگ رسید مردم این سمبل رو ساختن و شرکت کردن و این ارباب خودم بزبز قندی رو ساختن. خب پس مردم اینجوری نبود که عربی صحبت کنن. پس اونجوری که شما هی اصرار میکنید که آقا اگه ما فردوسی نداشتیم ما هم مثل عربا عرب شده بودیم، اون هم دروغ بزرگی بیش نیست که از بس شما دوستان
از بس شما دوستان از یه چیزی بوتی ساختید و به خودتون دروغ میگید، چون به خودتون دروغ گفتید و باورتون شده، به ما هم میگید و میخواییم ما هم باور کنیم، و اگه باور نکنیم فکر میکنید که به مقدساتتون توهین کردیم. دوستان، هیچ چیزی مقدس نیست. مسیح علی نژاد، این خانم معصومه خانم، کاراش جالبه. از اون موقعی که این یه جوانی بوده توی به اصطلاح مجلس شورای اسلامی میرفته و میمده و بعد که ول کرده اومده و داستانهایی که بوده و شادی یواشکی و نمیدونم فرار فلان و اینا بماند، یه دوربین برمیداره با میکروفون میره تو خیابون، اینجا یه عکس نشون میده، نوشته آقا اصلا مسیح وجود نداشته. بعد میره با مردم نظرشون میپرسه، خیلی ها ناراحت میشن، خیلی ها عصبانی میشن. از منم توی یه فیسبوکی نوشته بود که نظر شما چیه؟ گفتم اینایی که عصبانی میشن برای اینی که مسیح رو مقدس میدونن، مسیح رو پسر خدا میدونن، انقدر پسر خداش کردن مقدس دیگه خدا رو یادشون رفته، هی میگن مسیح لرده، نمیدونم پسر فلانه. آقا هیچ چیز مقدس نیست، نه خدا مقدسه، نه شاه مقدسه، نه خمینی مقدسه، نه خامنه‌ای مقدسه، نه تو مقدسی، نه شاهنامه مقدسه، نه فردوسی مقدسه و نه من مقدسم. هر کسی هر چیزی دلش میخواد میگه، من و شما میشنویم، نظر میدیم. همینجوری که این دوستمون از اون ور آبها از خلیج فارس نظرش رو درباره صحبت‌های آقای مهدی ذوالفقاری گفته و به منم گفته، خوشحال میشم که شما و دوستان بعد از شنیدن این نظراتتون رو بگید. البته ایشون قبل از اینکه اینو برای ضبط کنه بفرسته، برای من نوشتش رو فرستاده بود. این بابا کار کرده تو رادیو تلویزیون، زحمت کشیده، الانم که 16 ساله میگه رفتم دنبال چی؟ چه هم همش از همه میپرسه چرا اینجوریه، چی اینجوری شد، چرا به قول شیرازیات چی تو شد که ایتو شد. وقتی این نوشته رو برای من فرستاد، من برایشون گفتم که من فکر کردم شما این نوشته رو میخونید. نوشتن بله من میخونم و من میخواستم شما اول بخونی نظرتو بگم بدونم. گفتم نه من هیچ وقت این کارو نمیکنم. اگه برنامه منو کامل دیده باشین، همیشه میگم برای که احساس خستگی نکنم، احساس تکراری بودن برنامه شما رو نکنم، من هم مثل شنوندگان و بینندگان میام تا این نوشته ها، این فیلم ها به صورت سورپرایز یا مژده برای من باشه. ولی با همه اینها، امروز وقتی که داشتم مسیج ایشون رو که دوتا مسیج بود گذاشته بودن و فیلمی رو که میبینید عکس ها میاد، میگه شما هم میتونید مسیج بذارید، پیام شما در تلویزیون مردم، میذاشتم گوش دادم و دیدم که پوینتی که دارن یا نکته ای رو که گذاشتن به اصطلاح دربارش صحبت کنن خیلی جالبه. به شما پیشنهاد میکنم حتما بشنوید، نظرتون رو بنویسید، ارسال کنید، پیام بذارید و با هم به اصطلاح یه بحثی رو در این سال نو شروع کنیم درباره خدمت. آقای خدمت و وظیفه، آقای مهدی ذوالفقاری وقتی آمدن روز جمعه آخرین برنامه 1395 با ما صحبت کردن، ایشون گفت که وظیفه رسانه ها هست که آموزش بدن، اینفورمیشن بدن و الی و آخر. من چون خودم هم قبلا تفاوت وظیفه و خدمت رو نمیدونستم و همیشه هم اشتباه به جای هم استفاده میکردیم، مدتها پیش وقتی که این رو از آقای آریانپور یاد گرفتم ازشون تشکر کردم، امروز هم تشکر میکنم، سال نو رو بهشون تبریک میگم و ممنونم که ایشون قشنگ توضیح داد، گفت که این نباید میگفتن به اصطلاح من و شمایی که میرفتیم مجانی سربازی، این انجام وظیفه نبوده، این خدمت بوده، این خدمت بوده، خدمتی که من و شما به میهنمون میکنیم، به وطنمون میکنیم. اون افسری که حقوق میگرفته میمده صبح اونجا، نمیدونم یه صبحگاه میرفت، بعد میرفت میشنست تو آفیسش چای میخورد و ماشین میخرید و میفروخت و فکر قمار شبشون بودن، اونها به اصطلاح داشتن انجام وظیفه میکردن که متاسفانه وظیفهشون رو خوب انجام ندادن و به اینجا رسیدیم. البته ناگفته نماند، ما همه اون میشینیم به این ارتشی ها میگیم ارتش به این بیغیرتی هرگز ندیده ملتی، بعد آقای سهراب چمنارا وقتی میاد بازش میکنه که آقا این شاه وقتی میخواست بره
به افسرا گفت حرف بختیار رو گوش نکنید، حرف فردوست رو گوش کنید. فردوست هم که یک کینه قدیمی داشت از شاه، چون دوست دختر رو نامزد و زن آیندهش رو ازش کش رفته بود، خانمی به نام طلا، اونم چنان پدر صاحب بچه رو در آورد که دیدید شاه دق کرد و مرد و در به در. الان هم جنازش توی مصر، یا حالا یکم این حکومت جدیده دیگه نگران نیستن، ولی موقعی که اون برادران اخوان المسلمین، خیلی از دوستای ما اشتباهی میگن اخوان المسلمین، اخوان المسلمین، وقتی آمده بودن حتی خطر این بود که مقبره شاه و اینا رو بزنن داغون کنن، که فعلا به خیر گذشته تا ببینیم بعدا چی میشه. ببینیم این دوستمون چی میگه. هفت فروردین ماه سال 1396 خورشیدی. من که چی نوشتم؟ اولا ممنونم از علی آقا که اینو می‌نویسه. بله نوشته دوشنبه. آها نوشته 1395. خدا بگم چه کارت کنه. حالا خیلی جالبه، بذارید برش دارم اصلا این ورده. این علی آقا برای ما سال هاست که این رو می‌نویسه و امروز نوشته بود هفت اسفند 1395. من براش نوشتم آقا جان این هفته بذارید براتون اینو بیاریم، که این دوستمون هم که گفت چرا نوشتید، بیا براتون پلیر 4 رو میذارم به جاش که معلوم بشه سال 1396. ازتون هم عذر میخوام، خیلی ممنون. وقتی هم درستش کرد فرستادش، اون موقع دیگه من بی‌دقتی کردم، گفتم خب حالا که این فرستاده دیگه احتمالا همون 1396 رو نوشته. و بعضی وقتها این اشکالات پیش میاد. میدونید که آقای عباس شیر محمدی رفته بود عکس گرفته بود از ترامپ و روز به اصطلاح سوگند یاد کردنش به جای تاریخ ژانویه 20 اشتباهی نوشته بود ژانویه 21. بعد چه قوقایی را افتاد، ملت گفتن آره این عکس ها رو قاطی کرد و فلان و بیسار اینها. و پیش میاد دیگه، شما هم خیلی گیر ندید. این هم از این. و آقای سهراب چمنارا همچنین ادامه میده که اصل مسخره کردن اربابهای عرب آن زمان و مخصوصا بزرگترین عربها یعنی عمر است. بزبز قندی اشاره آشکار به چهره عربهاست که طبق سنت ریش دراز میکردند و سبیل میتراشیدند و شبیه بز میشدند که ریش دارد و سبیل ندارد. از طرف دیگر فیروز زده و بزرگترین ارباب عرب‌ها یک عمر را کشته و به طور مسخره کردن به ارباب خود یعنی عمر میگوید حالا پس چرا نمیخندی؟ آقای سهراب چمنارا تو رو خدا این داستان‌ها رو به ما بگو از کجا درآوردی؟ این پایینش نوشته از کتاب دو قرن سکوت. این کتاب دو قرن سکوت لابد مال یه مش افرادی مثل این آقای میرفسفس یا اون یکی دیگه. اینا بابا اینا کسایی هستند که نونو به نرخ روز میخورن. روزی که شاه رفت جشن 2500 ساله رو راه انداخت، اینا همشون در مدح و ستایش اون. من تو این ویکند یک سریالی رو داشتم نگاه میکردم، لیسانسه ها دوستان اگه وقت داشتید نگاه کنید روی این ایرانیان آی پی تی وی. ضمناً هوشنگ گفته که این باکس رو خریده و خیلی ازش راضیه، گفته باکس های دیگر $700 خرج کرده و هیچ کدومشون به سرعت این به کیفیت این نیست. ما هم خیلی خوشحالیم به ایرانیان آی پی تی وی هم تبریک میگیم، هم میگیم آگهیتون رو بذارید اینجا تا دوستان بیشتری بگیره. این لیسانسه ها رو که نگاه میکردم همون موقع پیش خودم گفتم والا مثل که شاه هم بد نبوده، ما آدم ها بد هستیم، ما ایرانی ها بد هستیم. دیدم این فیلم ایام بهمن، ماه بهمن پخش شده، نوشته بود تبریک اولین اشعه خورشید جانفشان جان افزاوی نمیدونم چیچی خمینی به مردم ایران. گفتم بابا این دیگه بیچاره مرده دیگه، شما دستمال به کجاش میخواییم بمالید؟ بذارید کنار این دستمالا رو، خجالت بکشید، اون شاه رو کردید آریامه بدبخت و اینجوری زدید زمین. اینم که دست از سر مردش هم بر نمیدارید. کسی که گفته بود من میرم قم، آوردینش تهران کردینش بزرگترین دیکتاتور و بزرگترین جلاد قرن 20. حالا هم که مرده، کسی که میخواست ساده زندگی کنه چنان براش بارگاه و آرامگاهی ساختید که مورد مسخره تمام دنیا قرار گرفته. خجالت بکشید، من و شما باید خجالت بکشیم. میدونم شما میگه آقا ما که کاری نیستیم آخوندا، ولی ما هر وقت هم کاری میشیم ما هم مثل اونا گند میزنیم.
اگه صحبتی دارید که مخالف گفتای منه تشریف بیاید مهمون من باشه. در هر صورت از محبوبیت زیاد شخصیت حاجی فیروز در تمام نقاط ایران که تا امروز هم به جا مونده است روشن می شود که فیروز نهاوندی به خاطر قتل عمر در زمان خودش چه محبوبیت عظیمی در بین ایرانیان داشته و چقدر ایران. آقای چمنارا تو رو به خدا این حرفا چیه؟ اگه یکی دیگه هم نوشته شما نقل قول نکن که منم از شما نقل قول کنم. ما کجا اصلا میدونستیم که حاجی فیروز در رابطه با عمره؟ بعدم حالا اون 25 سال از اسلام گذشته ایرانیان ترسو صداشون در نیامد، 1400 سال گذشت اینا هنوزم میترسن، هنوزم اسم مخفی، اسم مستعار، اسم مسترا استفاده میکنن. بعد چرا نیامدید زمان شاه شماها بگید؟ چرا آقای شاه، آقای شجاع الدین شفا، آقای دکتر پروفسور مسعود انصاری، دیگران نیامدن بگن اینا رو عوض کنن، اینا رو درست کنن؟ این حاجی فیروزی رو که بیچاره رفته بزرگترین نمیدونم سردار اسلامو کشته و این همه مدت ما سیاهش کردیم که کسی نفهمه، درش می آوردین، سفیدش می کردین، ازش قدردانی می کردین، مجبور نبود بیاد سیزه به در تنبک بزنه یکی یه تومن بهش پول بدن. شما وقتی میخواین آخوندار مسخره کنید میگید این آخوندار میمدن یه نمازی یک روزه میخوندن مادرمون دو تومن بهشون میداد، 2000 بهشون میداد. بسیگی به سنمون داره که مادرمون چه سن و سالی بوده و چه منطقه توی ایران زندگی کردیم که دو تومن پول روزه خونه بوده یا 2000. درسته یا نه؟ اون وقت حاجی فیروزو شما کجا دیدی روز سیزده در یه حاجی فیروز بدبختی رو بیارن کبابش بدن و فلان بدن و بشوننش اون بالا ازش تشکر کنن که آقا خوب کاری کردی عمر رو کشتی؟ هر کس صدقه سری 5 دلاری، 5 قرون، 1 قرون، نمیدونم 2000 در یه تومانی بهش میداد. یا دیگه این آخریا های تک شده بودیم، پشت چراغ خطرها اونا میمدن میزدن طرف از ماشینش اینجوری یه پولی پرت میکرد میرن. یعنی بابا نکنید این کار، والا بله شما که مهندسی، اونایی که دکترن، نمیدونم منی که بی سواد هستم، همین کارا رو میکنیم بعد انتظار یک کار فوق العاده ام داریم؟ چه کار فوق العاده ای قرار انجام بشه با راجب حاج فیروز صحبت کردن، با این دروغای یکی پس از دیگری؟ امروز تو وبسایت یکی از دوستان دیدم یه خانم پیرزنی یه چیزی گرفته بود دستش، نوشته بود سیخه شیرین ترین فلان است. خب اولا اگه این پیرزنه گرفته داره درست میگه دیگه، تو این سن و سال اگه کسی بیاد اینو صیغه کنه واقعا شیرین ترینه. آقا این تصویر فتوشاپه و فتوشاپ خوبی هم انجام ندادن، کج موج معلوم دورش رنگ دیگه از اون وسط سفیده، چون ولی میچرخه دیگه، ما هم دلمون خوشی دیگه، همجور میچرخیم، بچرخ تا بچرخم. یه جوکی بود میگو آقا غریبی بچرخون، این ما همین دیگه گیر افتادیم تو این بازی بچرخون. ماجرای 18 دقیقه یا 20 دقیقه که این دوستمون صحبت کرده در رابطه با خدمت خلق هست. یادم میاد که یه شعری بود از سعدی عوض شده بود و میگفتن که عبادت به جز خدمت خلق نیست، در صورتی که درستش هست طریقت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. این رو من براتون گذاشتم اینجا بهتون نشون میدم که ببینید ما سندامون اینجوریه. ما از کتاب نمیدونم دو قرن فلان و 23 سال نمیدونم 20 سال نمیگیم، ولی وقتی هم میگیم درستش رو میگیم. اینها، این طریقت به جز خدمت خلق نیست، آمانه پایین سعدی بوستان باب اول در عدل و تدبیر و رأی. در اخبار شاهان پیشینه هست که چون تکله، نمیدونم لابد این اسمی پادشاهی، بر تخت زندگی بر تخت زنگی نشست، به دورانش از کس نیازورد کس، سبق برد و یا سبق برد از اگر خود همین بود و بس، چنین گفت یک ره به صاحب دلی که عمرم به سر رفت بی حاصلی، بخواهم به کنج عبادت نشست که دریابم این 5 روزی که هست. چون می بگذرد یا چی؟ چون می بگذرد ملک و جاه و سریر، نبرد از جهان دولت الا فقیر. چو بشنید دانای روشن نفس یا روشن نفس، به تندی برا شفت که تل که بس، طریقت به جز خدمت خلق نیست،
به تسبیح و سجاده و در نیست، تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیزه درویش باش، یا به اخلاق پاکیزه درویش باش، به صدق و ارادت میان بسته دار، ز طامات و دعوا یا دعوی زبان بسته دار. قدم باید اندر طریقت ندم، که اصلی ندارد دم به قدم، دم بی قدم. من اگه شعر براتون بخونم بکنم روز دوم تو خیابون بهم سنگ پرت میکنی. بزرگان که نقد صفا داشتن، چنین خرقه زیر قبا داشتن. دوستان فکرش بکنید، شما یکیتون مثلا این کتاب بوستان و گلستان سعدی رو وردارید، مثل من که اینو ورق میزنم میخونم، روزی یه صفحهشو بخونید که آقا این ما یاد بگیریم. خیلی از ماها به کلمه نمادین یا نمادین میگیم نمادین، خیلی از ماها هنوز نمیدونیم گمان درسته، گمان درسته یا گمان درسته. چرا؟ برای که نخوندن اینا رو برامون. یه ساعت دو ساعت کلاس فارسی هفته یه بار، اونم فکر و ذکر معلمه این بوده که کلاس زود تموم بشه بره مسافه کشی کنه، فکر و ذکر من و توی شاگردم این بوده که کلاس زود تموم بشه بریم فوتبال بازی کنیم. ادبیات به اینجا میرسه. حالا هی شما بیا بگو بنمایه، مستند بکن بنمایه، عکس بکن فرتور، سلام بکن درود. آقا بی سوادیم، باید بری سواد یاد بگیری، و الا درود بشه ورود. نمیدونم برید بخونید، اصلا فیسبوک آدم خندش میگیره، فکر میکنه با یه عده از یه کشور دیگه داره صحبت میکنه، تماس میگیره. نه من میفهمم اونا چی میگن، نه وقتی من میمیسم اونا میفهمن من چی میگم. خب و با یه دوست امروز این ایمیل آقای جاوید شهافر رو برای چند نفر فرستادم، نظرشون رو خواستم. یه دوستی گفت اتفاقا این آقای شهافر خیلی درست میگه، فرح خانم خیلی مردمی بود، چون حکومت رو از شاه گرفت داد دست مردم، مردمم که حکومت رو دادن دست آخوندا. پس خانم فرح پهلوی چی میگفتن؟ کاتالیزور میگفتن؟ کاتالیزور این وسط بوده. درست میگن، من شیمی اصلا بلد نیست، و مردمی بوده. آقای شهافر منتظر شما هستیم که در برنامه های آینده مهمون ما باشید. یک نمونه از رفتار انسان، میگه عقل انسان مان، این دوستمون هست چه 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 ام، میگه ما عقل انسان مانند اعضای دیگر بدن در اختیار شخص نیست، خودش بران چه دران وارد شده و میشه عمل میکنه، مانند چی؟ معده، ششها، کلیه، کبد و غیره. وقتی انسان به این حقیقت اعتراف کرد شاید آدم بشه. بذارید یه فیلمی هم فرستادن، این فیلم رو نگاه کنیم ببینیم چی هست. Open with آها، این خیلی جالبه. اتفاقا من یه دونه از این دستگاه ها رو دارم، بهش چی میگن؟ Virtual یادمون میره خدایا، چرا اینقدر؟ بذارید همه‌شو نشون بدم، اینجوری فایده نداره. دوستان تو رو به هر کسی که میپرستید تلفناتونو برای عکس گرفتن و برای فیلم برداری عمودی نگه ندارید، افقی نگه دارید. شما ببینید اگه تلفن به جای 300 دلار 100 دلار دادید، خب عمودی نگه دارید که دو تا 100 دلار این ورشو هنوز پول ندادید استفاده نکنید. ولی اگر پولشو دادید از همش استفاده کنید. مثل عقلمون که از یه قسمتش فقط استفاده میکنیم، اون قسمت فوش و فضیحت و عصبانیت نباشه، از تمامش استفاده کنید. این نشون میده، بذارید من براتون اینم بیارم، منم اینو به شما نشون بدم. این البته ارزون ترینش هست که به ما مجانی دادن. بله اجازه بدید که آره، اول اینو ببینید. I'm just kidding.
بذارید براتون تعریف کنم. یادتونه اولا فیلم های سبودی که اومد تو سینما و اینها میدیدیم هواپیمای داره پرواز میکنه میاد میخوره به صورتمون، یا تیر که میزنن اینجوری، یا آهوه که میپره میگیم الان میخوره. اینا الان به یه صورت دیگه به این دستگاه ها درست کردن که شما میذاری رو سرت و دیگه حالا مردم دیوانه نبودن، اینجوری دیوانه ترشون کردن. این فعلا داره یادش میده که چطور اینو بستن و گوشی رو هم گذاشتن و اون فیلمی که پشت سرش هست این آقا درست روی چشمشو میبینه و ببینید حالا شروع میشه. صورت اینو حتما یا دیدید یا بچه هاتون دارن. این یه چیز خیلی ساده است، این مجانی یا ارزون شرکت چیز به ما داده، فیاز که اینترنت مال ورایزن هست و یک قوطیه با دوتا ذره‌بین و تلفنتونو شما میذاری اینجا، اینم مثل باکس اینجوری، و وقتی نگاه میکنی همینجوری که این آقای الان واقعا، چون من اینو امتحان کردم میدونم که این دروغ نمیگه، این اصلا فکر میکنه داره میفته پایین، یا اصلا فکر میکنه نشسته تو رول کاستر، در صورتی که نشسته یه جای ثابت. من اصلا فیلمی نگاه میکردم نشسته بودم اینجا میچرخیدم اینور، یا آقای معتادی بغل دستم داشت نمیدونم چیز میکرد، یه طرف اینورتر یک خانمی وایساده بود لبه یه کوهی میخواست پرتاب بشه و الی آخر. در صورت این دوستمون میگه که پس کنترل مغز و اعضای بدن، میدونید که ما فقط فکر میکردیم که کنترل قلبمون دست ما نیست، که الان خیلی هم زور میزنن قلبشون و نفس کشیدنشون اینا رو کنترل کنن و خیلی هم به خودشون صدمه میزنن، چون اکسیژن بدنشون رو قطع میکنن و مغزی که بهش اکسیژن نرسه فلج میشه. حالا حتی اگه برگردم یه قسمتاش مموریاش سوخته بمانم. اجازه بدید از عیسی آزاده، این دوست خوبمون، تشکر کنم که نوشتن سلام آقای صوبی، عیدتان مبارک. منم به شما تبریک میگم، امیدوارم سال بهتری باشه برای شما و در سال 1396 شما هم به اصطلاح بتونید بیشتر در برنامه ها باشید تا از سالهایی که در سازمان مجاهدین بودید برای دیگران بگید. دوستان من بهتون گفتم این ماجرای مونالیزا، تابلو مونالیزا که بهش میگن خنده ژوکوند، خب خیلی معروف بود، هممونم عکساشو دیدیم، تا اینکه من خودم رفتم اون موزه لوور فرانسه و گفتیم بریم ببینیم این چیه، یه تابلو، یه نقاشی کشیده چرا اینقدر معروفه. وقتی رفتیم اولا دیدیم خب خیلی شلوغه، اونجا مردم میرن یواش یواش یکم نگاه میکنن میرن، ما دیدیم یه نفر وایساده همینجوری نگاه میکنه که صفو بند آورده بود و من بهش گفتم خب بابا دیگه این نگاه کردی برو، قانونم نباید بگم، اون حقشه که وایسه، اگر مامورای موزه فکر میکنن که اون زیادی وایساده اونا باید بگن، ولی خب دیگه ما ایرانی هستیم، خودمونیه، خودمونی به دوستان زورم میگیم. و میگن جالب بودن این عکس اینه که شما در حالی که نگاش میکنی هم غم رو توش میبینی، هم عصبانیت رو میبینی، هم شادی رو میبینی و لبخند رو. به همین خاطر هم بهش میگن لبخند ژوکوند. حالا بذاریم ببینیم این عکس رو که شما میبینین که نشون میده یک دختر خانمی، این عکس دختر از شهر موسل آزاد شده از داعش، شما به من بگید آیا میخنده یا گریه میکنه، این جالب تر است یا مونالیزا؟ ای خدا، من بهتون اینو نشون میدم و واقعا ننگ بر دیکتاتورها، چه مذهبیش چه غیر مذهبیش، چه اونایی که دو کلاس سواد دارن فکر میکنن پیشرفته هستن و مردم نمیفهمن، چه اونایی که بی سواد هستن و بازم اونام نمیفهمن و فکر میکنن مردم نمیفهمن. این دختر رو نگاه کنید، اشک شادی و غمگینی و شادی آزادی، غمگینی از اون چی به سرش اومده و گذشته تو اون دوران با هم، و حالا تازه نگرانی فردا که این یکی که ما رو آزاد کرد این چه بلایی سرمون میخواد بیاره.
ممنونم از دوستی که لطف کرد و این رو برای من هم فرستاد و ما هم با شما شیر کردیم و در میون گذاشتیم. خب چه جالب، حالا بعد از اون اینو بهتون نشون میدم. میگه این شماره اتومبیل امروز به مبلغ یا 18 میلیون و 600 هزار دلار فروش رفت. انسان چقدر باید نفهم باشد که تصور کنه با راندن اتومبیلی با این شماره مهم و برتر از دیگران شده. چجوری و چه کسی این معیارها را ساخته؟ این عکس رو هم بهتون نشون بدم، الان روی کامرای 3 هست. حالا چی هست آخ؟ دبی W3 نمبر 3. خب ببینیم دوستون چی گفت. بستگی به حال خود شما دارد. سلام خانم دکتر جیلانی عزیز، چون خانم دکتر جیلانی جامعه شناس هستن، ایشون میگه شما وقتی نگاه میکنید به مونالیزا و فکر میکنید داره میخنده، حقیقتا بستگی به حال خودت داره. اگه فکر میکنی غمگینه، بستگی به حال خودت داره. خب حالا این دختره رو که من نگاه میکنم، یه لحظه فکر میکنم داره میخنده چون آزاد شدهش خوشحاله، و یه لحظه غمگینه از سرنوشتش که اونجوری بهش ظلم شده. این یعنی خود من هم درست هم میشه بگی، خود من هم یه لحظه خوشحالم که آزاد شده، یه لحظه ناراحتم که ما آدم ها چرا آدم نیستیم، چرا میایم 18 میلیون و بیش از 18 میلیون و نیم 18 میلیون و 600 هزار دلار میدیم برای این نمره که مال ما باشه. حالا اگه تو آمریکا بود، تو آمریکا شما نمره رو خرید فروش نمیتونی بکنی. میتونی وقتی میری دی ام وی اگه نمره ای آزاد هست کسی نگرفته، بگی من این نمره رو میخوام، مثلا میخوام بنویسم شیراز، بعد اونا بهت میگن شیراز یه نفر گرفته، شما میگی شیراز یک، به شما میدن شیراز یک. یکی دیگه میاد میگه شیراز، میگن آقا شیراز رو گرفته، یک هم گرفته، شما میتونی بذاری دو. ولی این به قول دوستمون هم فقط یه فرد نادون میتونه بیاد یه همچین کاری بکنه، بره یه چیزی بخره دلش هم به این خوش باشه. وزیر کشور ملزم به ارائه گزارشی از چرایی بازداشت فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات شد. خب دوباره شد ایام انتخابات ایران، و اینکه الان اونا از همه دنیا دموکرات تر میشن، نماینده هایی که میخوان دوباره انتخاب بشن میان غلطنامه پر میکنن و میگن این بار اگه بهمون رأی بدین هر غلطی تا حالا نکردیم انجام میدیم. اونایی هم که تازه اومدن میگن هر غلطی اینا انجام ندادن ما انجام میدیم. و از این ورم شروع شده هی رأی ندهید. منم یه جایی نوشتم من هم رأی نمیدم، ولی مطمئنن فردای انتخابات میرم و میگم رأی من کو. خب اینا هم که دیکتاتورن، میان با ماشین و با نمیدونم توپ و تانک و ماشینای ضد شورش میزنن و میگیرن و دستگیرون میکنن و تجاوز میکنن و زندان میریم. بعدم که اومدیم بیرون نگاه میکنیم میبینیم آقا ما 4 سال زندان بودیم، شما اصلا عین خیالتون نبوده. آقای حخام میاد میگه بیاین نمیدونم دم دانشگاه، بعد میبینیم اصلا خودش دیگه خبر نداره که این جوانا رو که گرفتن چه بلایی به سرشون اومد، کدومشون دادگاه رفتن، کدومشون زندان رفتن، کدومشون تعهد گرفتن آزاد شدن، کدومشون فرار کردن اومدن آمریکا و الی آخر. ولی این سرتیتر بود، منم براتون خوندم. وزیر کشور ملزم به ارائه گزارشی از چرایی بازداشت شما لازم دیدید، اونم میاد میگه. در ریاض پایتخت عربستان هنگام نماز ظهر گروهی مسلح به ماشین حمل اسکناس در بازار حمله و پس از دست برد فرار کردند. این هم دست بریدن دزد به مدت قرنها، این نتیجهش این هست. ببینم که این نوشته است یا ویدیوه. ببینید من اینا رو هم حتی نگاه نمی کنم تا وقتی که با دوستان ببینیم. برای دو تا چی؟ چون اگر اینا رو نگاه کنم اون وقت اون حس دیکتاتوری و سانسور کردن و نشون ندادن و ای نه این بده این یکی خوبه هی میاد و به من میگه و جلو میگیره. یکی دیگه هم این که حقیقتش وقت ندارم. سومیش این که میخوام اینجا برام تازه باشه و خسته کننده نباشه. السعودیه نمیدونم
ستو مسلح علی سیاره نقل اموال به ریاض، نمیدونم. در صورت این دوستمون چون خودش عربی و اینها رو میدونه، چندین زبان رو میدونه، فکر میکنه که ما هم مثل ایشون اینها رو میدونیم. ای کاش این خبرها رو هم بعداً به یک وسیله‌ای برای ما فارسی بگه. مثلا شما اینجا میتونی بگی که این حکایت از این میکنه که درگیری و کشت و کشتار بوده و دست قطع کردن و نمیدونم اینها نتیجه‌ای نداشته، ندارد و نخواهد داشت. حالا سوال بلا فاصله میاد این که چه باید کرد. ببینیم این دوستمون چی میگه. والا نمیتونم بخونم، بیام بوجه رو کرد. شادی یا بی‌اعتنایی نمیبینم. این میگم عینکم ریخته به هم، باید بعد از ظهر بعد از برنامه برم بگم بابا این چی بود، همون قبلی بهتر بود. و جالب اینه که ما سعی میکنیم عینکای کهنه رو بدیم که اونایی که میبرن کشورهای دیگه یا جاهای دیگه چیز کنه، ولی دو سه تاشو نگه میدارم. من چون اینجت میذارم، تو ماشین میذارم، تو گاراژ میذارم، بالا میذارم که بخوای یه وقت چیزی بخونی. اینها چند تا دارم و یه سریش که میدم باز میبینم 10 تا 15 تا عینک از ارزون 2 دلاری گرفته تا 700 800 دلاری این ور اون ور افتاده. و چیکار کنیم که اشکال از عینک نیست، اشکال از این موی سفیده. گفت چی؟ موی سفید رو توی آینه دیدم، آهی بلند از ته دل کشیدم. بله، به نظر شما دوستان فرح دیبا پهلوی بانوی مردمی است یا بوده یا زنی مکار و سودجو؟ میدونید در 10 روز گذشته من ویدیوی همکلاسی خانم فرح پهلوی رو که به نام خانم ویدا حاجبی بود براتون نشون دادم و اون کسی که باهاش دوره جوانی بوده یه جورایی گفت که فرح پهلوی به اصطلاح موقعیت طلب، سودجو و همچین مردمی هم نبوده و نیست. ببینیم که اینجا براتون چی گذاشتیم، باز برگردیم به اون صفحه. حاجی فیروز کیست و چرا؟ من یک ماز جبرانی رو بهتون نشون میدم، این عکس بچگیاش گذاشته، خیلی جالبه و نشون میده که همون موقع ها هم تخس بوده. ماز جبرانی دوستان اینجا سلکت ایریا، از اینجا تا به اینجا. خب اولا باز بهش تبریک میگم که اون سریال سوپریور دونات رو دوشنبه شبها از کانال سی بی اس دارن پخش میکنن و اینکه این پروداکشن یا این برنامهش رو که روز 15 آپریل در کندی سنتر هست نتفلیکس میاد و ضبط میکنه. و میدونید اینا برای آدمای معمولی نمیرن، باید کسی باشه که حالا توی ضرب المثل های ما، توی گفته های ما میگیم کسی که سرش به تنش بیارزه، ولی توی آمریکایی میگه کسی که مهم باشه، شناخته باشنش مردم که این پولی که اینا خرج میکنن به اصطلاح جوابگو باشه. پس بیاین با هم اگر توی این منطقه هستیم بریم ماز جبرانی رو ببینیم، تشویقش کنیم، و اگر نیستیم صبر کنیم وقتی فیلمش ضبط شد بعداً از نتفلیکس با یه مبلغ خیلی کمی به سلان تماشا کنیم. بذاریم ببینم. عجب شادی یا بی‌اعتمادی یا بی‌اعتنایی، نمیتونم بخونم. بله، شادی نزدیک است. گفت 2 قدم مانده به صبح. یه آقای بود بیژن سفسری، این یک کمکی شاعر بود و نویسنده بود، بعد ما به اینا زود اعتماد میکنیم، بعد دیدیم بابا این اصلا کلاهبرداره، چند تا زن مختلف تو کشورهای مختلف بهشون قول داده میارتشون آمریکا، ضمن اینکه هنوز از زن خودش تو ایران طلاق نگرفته بود. و نمیدونم Secret of London Tower یا Secret of بریتانیا رو براتون نشون میدم. و بعد از اونم، یعنی بعد از برنامه خودم، صحبتای این دوستمون در رابطه با خدمت وظیفه، که بعد که من با شما گوش دادم نظر خودم رو برنامه چهارشنبه به ایشون میگم. و یه فیلم دیگه هست، چند نفر از شما این جاهایی مثل یونان، مثل
ایران وقتی میری پرسپولیس اینا رو میبینی، هی از خودت میپرسی آخه آقا چجوری امکان داشته مثلا 2000 سال پیش 2500 سال پیش اینا این سنگو ببرن بالا. بعدم میان فیلمایی میسازن نشون میدن که تپه خاکی اینجوری شیب درست میکنن، یا حتی زمان موسی نشون میده که اینا مهندسایی که بودن از برده ها اینجوری استفاده میکردن. حالا یه فیلمی بعد از این ماجرایی که گفتم، بعد از برنامه سوربی و بعد از اون دوستمون از خلیج و بعد از انگلستان، یه فیلمی براتون نشون میدم که ماجراهای شما ایتی میدونید، اینایی که ورازمینی بهشون میگن، یعنی فرازمینی، یعنی موجودات فضایی. ایتی یه فیلم خیلی قشنگه، اگه ندیدید ببینید، با وجودی که چند سال کهنه شده ولی هنوز اون چیز خودشو داره. میگه متن این به اصطلاح تیتر این فیلمه اینه: ما و فرازمینی ها، شهر گم شده پوماپونکو. این پوماپونکو توی بولیوی هست، ولی بولیوی و پرو و اینها از این ساختمان ها زیاد دارن و میگه اینها اصلا امکان نداره توسط آدم ساخته شده. میگه اینها رو ممکنه همون 1000 سال پیش 500 سال پیش هر وقت هم درست کردن. میگه اولا وقتی یه نفر یه جای شاه، رئیس جمهور، حاکمه، وقتی یه چیزی رو میسازن افتخار میکنه، میگه ما اینو ساختیم. وقتی اینا نساختن میگه ما اینو نساختیم، خدا ساخته، چون دیگه عقلش به جای دیگه نمیرسه. اینا رو آزمایش کردن، میگه این برش سنگ ها مگر با تیغ های الماس، میدونید که همون ارهای سنگی، ارهایی که سنگ هم میبارن تیغش الماس، نوکش الماس، میگه با اونها یا جدیدن با لیزر. و میگه ما تازه با این ارها، میدونید الان با آب سنگ رو میبارن، باورتون میشه با آب سنگ رو میبارن. و این فیلم رو حتما ببینید، اگرم ندیدید من تا چهارشنبه همینجوری میذارم تا چند بار پخش بشه ساعتهای مختلف. اگرم ندیدید اینو با فارسی تایپ کنید: ما و فرازمینی ها، شهر گم شده پوماپونکو. اینم از این. و خب صحبت از فرح کردیم، بذارید من دو تا عکس بهتون نشون بدم، شما به من بگید که این عکس یادتون میاد یا نه. اولا یه دوستی وقتی اینو فرستاد نوشته بود فرح، من گفتم این فرحه، گفت بله. حالا ببینیم که فرح خانم پیدا بشه، ببینیم کجاست. A B C D E F A، بله اینه. میگن که این عکس کجا بوده و چرا این اسقف بهش میگن، چرا این آقای اسقف اینجوری دماغش رو گرفته، چه کسی بوگند کرده بوده اونجا. حالا این واقعا خانم فرح پهلویه فکر کنم، چون این کلاه پوستی که گذاشته سرش رو، اینها هم با اون آقا هم که وایستاده پشت سرش و اون نمیدونم ارتش مرتشی ها، این هم این از آقای خب بگید ببینیم که ماجرا چی بوده. این عکس رو گذاشته بودم. آها یه عکسی هم مال یه آخوندی هست، قبلا هم ما این عکس نشون دادیم، اتفاقا بر میگرده به این دوستان اپوزیسیون که آقا خانم یاد بگیرید، بابا جون اگه این آخونده این کار کرده شما هم یاد بگیرید. اینا نشون میده از تمام وسائلی که دارن استفاده میکنن. ببینید این آخونده برداشته یه دونه تریبون میگین گذاشته با کامرای سه، دو، کدومی سه بیا اوکی، یه دونه تاکسی بار یا اجاره کرده یا خریده یا مال خودشه، هرچی، یه دونه تریبون و میکروفون گذاشته را میفته این ور اون ور. اگه این دور نگاه کنید لباسی که تن این هاست نشون میده که این ها سیستان و بلوچستان و زاهدان و اون طرف شرق مملکت اون هستن، غربمون که میان که دوستان هموطن اون اونجا لباسای عربی میپوشن. این اونجاست، اینا دورترین نقطه رو میرن. حالا ما چه کار میکنیم؟ ما تنها کاری که میکنیم میایم مسخره شون میکنیم، فکر میکنیم با مسخره کردن اینا ما به جای میرسیم. ای کاش خمینی هم نشسته بود تا آخر عمر شاه رو مسخره میکرد و ما میخندیدیم. نوشته فقط امام جمعه سیار کم داشتیم، این شما و این امام جمعه سیار، جهت اعزام به مناطق دوردست. خب خود شما که گفتی
جهت اعزام به مناطق دوردست، یعنی طرف میره زحمت میکشه که خواستش رو به دست بیاره، وقتی هم به دست آورد نگه داره. شما و من چه کار میکنید؟ آقای رضا پهلوی میشینن برنامه برش میزنن، دو تا سه تا کشور عربی میان آقا ما برای شما برو جزیره کیش، کاخ خودت هم که اونجاست. میدونید رضا پهلوی از بچگی توی کاخ توی جزیره کیش کاخ خودش رو داشته. من یه خلبانی بهم زنگ زد یه دفعه، گفت آقا من خلبانی هستم که برای اینا آب شیرین میبردیم حتی برای استخرشون. حالا بمانه، گفتن آقا کاخت که هست، بیا بریم از اونجا شروع میکنیم اینجور اونجور. اولین سوالی که کرده اینه که اگه نشد چجوری در بریم؟ خب معلومه که این آخونده 38 سال قدرت میگیره دست ول نمیکنه، و تو هم میای اینجا یه تیمسار پوسیده کهنه ای که جلو دوربین قش میکنه، این آقای مهدی روحانی جلو دوربین قش میکنه، بعد به همسرش دروغ میگه. همسرش میاد میگه چی شد مهدی جون؟ عزیزم افتادی؟ عزیزم به قول لیسانس ها، عزیزم افتادی؟ میگه هیچی، کلام افتاد، کلامو برداشتم. ای گور پدر آدم دروغگو، چرا دروغ میگی؟ تو که به خانمت دروغ میگی، میخوای مردم چقدر احمق باشن که انتظار داشته باشن به اونا دروغ نگی. اینم عکس این آخوند، بیان ببرم تو نیویورک و ببینید که ما کجاییم اینا کجا. این هم نیویورک. این عکس رو یکی از دوستان فرستاده و یه نوشته ای رو فرستاده بود حقیقتا، که اون نوشته رو من تو وبسایت توی صفحه فیسبوک خانمی به نام طارمی هم دیدم. نوشته بود که نمیدونم وقتی که کسانی که معلول هستن میبینیم آهسته را بریم، تون را نریم. اگر یک زن و مردی، یه دوست پسر دوست دختری با هم دعواشونه، ما اون موقع خیلی هی لوسوازی در نیاریم با همسرمون یا با نامزدمون یا با دوست پسر دخترمون، هی دوست دارم نکنیم، یه سری از این چیزا. ولی نمیدونم چقدر عملیه. اینجا نگاه کنید دوستان، شیراز یا به تاب میگن آبرک، نمیدونم چرا. اینجا اومدن یه وسیله درست کردن که اونی هم که رو صندلی چرخدار نشسته بتونه بره روی این و لذت ببره، شادی کنه. میبینید دو تا گذاشتن و اینها هم مثل دیگران میتونن از این تاب به اصطلاح لذت ببرن. خب امروز ساعت 3:15 هست، ما باید 20 دقیقه هم وقت بذاریم برای دوستمون آخر برنامه، ولی خوبیش به یه که عجله‌ای نداریم و خودمون امروز هستیم با خودمون. شادباش نوروزی رو خوندم، یک نمونه از رفتار از لبخند یا گریستن رو بهتون نشون دادم. پی زیادی رو کجا میمالن؟ اون همون ماجرای 18 میلیون دلار داده نمره، وزیر کشور ملزم به گفتن اون هست. سعودی میگه این همه دست بریدن آخر باز حالا دیگه با اسلحه میرن دنبال بانک و اینها. و اما نامه بابک داد، خیلی ما ملت جالبی هستیم. این آقای بابک داد، اینم جز اون جوانایی که از سال 88 بعد از اون انتخابات یه دلیلی شده، اینها هم یه فرصتی پیششون اومد، بلند شدن آمدن آمریکا. حالا این بابک داد که بعضیا میگن آقا به کی داد، کجا داد، چرا داد، اینجا میایم نامش رو نشونتون میدیم. و اینا برمیدارن نامه مینویسن، من نمیدونم اینا هنوز نمیفهمن آقا اینا دیکتاتور اصلا جوابگوی هیچ کس نیست. دیکتاتور از کارش با نامه و با تلگراف و تلگرام درست میشد که خوب بود. نامه بابک داد به وزیر اطلاعات درباره شایعه سرقت اسناد محرمانه توسط احمدی نژاد، اختصاصی برای خبرنامه گویا. خبرنامه گویا چند سال پیش درست شد و یه وبسایتی شده که هر کسی یکم دست به قلم باشه اونجا بهش این امکانو میدن شما مقاله بذاری اونا صفحاتشون پر بشه، از اون طرف آدمای بیکاری مثل من برن بخونن. یعنی به قول آمریکا دزن مین که این یه سورس درست حسابیه خوبه، هیچی نیست، همینجوریه. شما مینویسی من میام میخونم، من مینویسم شما میام میخونی. حالا این ماجرای سرقت اسناد محرمانه چی بوده و اینها، والا من این نامه رو تا وسطش خوندم من هیچی نفهمیدم. نوشته که در پی سخنرانی تند و تعجب آور محمود احمدی نژاد. یعنی شما دوستان هنوز احمقی رو میشناسید که احمدی نژاد رو نشناخته باشه و بعد از 8 سال حکومت خودش
نمیدونم 4-5 سالم الان این آقای روحانی هنوز از حرفای احمدی نژاد تعجب کنه. خب اگه تعجب کنه آدم احمقیه. در اهواز که در آن حملات بی سابقه ای به مقامات عالی رتبه نظام و به تعبیر احمدی نژاد آن کسی که بالا نشسته و سلطنت میکند و فکر میکند از 80 میلیون نفر بیشتر میفهمد که آدرس روشنی از آیت الله خامنه‌ای، نه آقا او به خامنه‌ای نگفته، شما دارید میگید این به خامنه‌ای گفته، اون آقا به روحانی گفته. این هاردلاینر آفتابه به دست خامنه‌ای داره به اصلاح طلبا میگه، حالا شما میخواین بگید این به خامنه‌ای گفته. برید بابا اصلا کارتون غلطه. وقتی از همون اولش غلط میشه دیگه بهتره که چیکار کنید، برگردیم بیام تو استودیو. دوستان این سریال لیسانس‌ها رو اگر میخواین یه مقداری هزینه کنید تا ما این داستان سه جوان ایرانی رو برای همه از تلویزیون مردم نشون بدیم، اگرم نه برید خودتون تنها از چیز ببینید. خدمت به خلق، وظیفه انسانی چیست، تعریف تفاوت وظیفه با خدمت چیه، که این را هم باز باید بگیم. ببینم دیگه براتون چی گذاشتم. آها هوشنگ جان، ایمیلت گفتم پاک کردم اشتباهی و پیدام نمیشه، چون معمولا تو ایمیل وقتی پاک میکنم تو ترش میتونم پیداش کنم، مثل نامه ای که از اینجا میندازم تو سطل آشغال میتونم برش دارم، ولی این مثل نامه ای که من بردم انداختم آشغالی هم اومده بردتش، هر کاری کردم پیدا نشد. ولی یادمه که شما هم به اصطلاح سال نو رو تبریک گفته بودید، منم متقابلا بهتون تبریک میگم، آرزو میکنم سال خوبی باشه. همین که گفته بودید ایرانیان آی پی تی وی باکسش رو خریدید و خیلی راضی هستید، اینو لطف کنید به اون دوستمون زنگ بزنید بگید که راضی هستید، بعدم بگید که از تلویزیون مردم آگهی اینا رو دیدید و اینها رو شناختید. خب این از این. اینجا بله ما جبرانی رو براتون گفتم. ببینید دوستان وقتی میگم یادداشت بنویسید، خانم فرح اونجا یکی بومیده، چرا بومیده نظرتون رو بگید و بریم سراغ این پورتفولیو یا به اصطلاح پوشه و فایلی که گذاشتیم اینجا به نام تودی یا برنامه امروز. کنگره و ترامپ باید برای رویایی با ایران جبهه متحد تشکیل دهد. امکان نداره، چون ترامپ اینقدر دروغ گفته و اینقدر بده که حتی جمهوری خواها باهاش نیستن و ازش دور وای میسن. پس خیالتون از این بابر راحت باشه و اینا منافعشون تو اینه. آقا من به شما میگم، مگه شما نمیگید که کارتر پول داد با آخوندا؟ پس دموکرات ها با آخوندا بودن. مگه ندیدیم ثابت نشد دادگاه و نمیدونم کنگره آمریکا نگفت که ریگان و اون آقای سرهنگ آلیور نورد اینا اسلحه دادن، پول دادن، کلت بردن، قرآن بردن، دادن به هاشمی رفسنجانی. خب اینم ریپابلیکن ها، شما منتظر چی هستید؟ چرا گول خودتون میزنید؟ چرا یه احمقی مثل دکتر حمزه‌پور تو جامعه ما باد باشه که بیاد 50 دلار 60 دلار از این اون بگیره جمعشون کنه؟ این بدبختان فکر کنن وقتی میرن تو رستوران یه شامی میخورن میگه حالا اگه حمزه‌پور یه پخی شد ما هم یه پخ پخی میشیم. آقا خبری نیست، اینا فکر خودشونه. اینا الان آقای ترامپ از دست داماد خودش ناراحت شده که این چند روزی که من اینجا آبروریزی میکردم تو رفته بودی تعطیلات و وکیشن، حالا که اون برگشت یه اتاق دیگه درست کردن به نام امریکن اینویشن. اینویشن یعنی نوآوری، فنون جدید. چی میخواد امریکا بده؟ امریکا اون خودمون آقای پروفسور توضیح داد، گفت هرچی هم داره از خارجی ها داره، از اونی که از چین اومده، از اونی که از ایران اومده، از اونی که از هند اومده. اگه اینا رو سخت کنی اینا برن دیگه سیلیکون ولی نخواهد مو. این وسط همون آقای چیز بوده کانادا زبل اومده میگه هر کی ناراحت تو آمریکا بیاد اونجا. خب معلومه وقتی بره اونجا پول میبره، سود میبره، بیزینس میبره، کار میبره. چرا؟ برای که ترامپ احمق میخواد منو شما رو برگردونه به قرن 19 زغال سنگ. مردم الان این ماشین های معمولی رو تحمل نمی کنن، میگن ما ماشین های بهتری میخواییم. وقتی میگی نه زغال سنگ هم همین کار میکنه.
خب بیل بریزیم تو قطار چک 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 بریم. ژاپن داره قطاراش با سرعت 300 کیلومتر میره، این آقا میخواد برگرده به و اون بدبختی که تو معدن کار میکرده فکر میکنه که بله این درست میگه، این آقا اسم فامیل خودش هم دروغ میگه، این زنگ میزنه به مجله، زنگ میزنه به رادیوها با صدای یه نفر دیگه میگه اینجور اینجور که برای خودش تبلیغ کنه. این شارلاتانه، این کان آرتیسته. اگه شارلاتان نبود، کان آرتیست نبود، آدم فاسدی نبود، این همه ما میگفتیم میبنم میگفتن آقا چی داری میگی، مزخرف داری میگی. ولی هست، خودش هم میدونه، فامیلش هم میدونن. بابا صد رحمت به جورج بوش، بریم ببینید دخترش الان رفته تو کار رادیو تلویزیون، ببینید برای خودش چی کار داره میکنه. ولی دختر این احمق ببینید مثل باباش دنبال پول، یه گردنبند بسازم 20,000 دلار. خب گردنبند تو سرت بخور، برای دنیا چی کار کردی؟ هیچ. خب درخواست مککین از ترامپ. خود مککین که ما میگوید این چه دیوانه یه، میگفت ایران بام 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 بام، که همون باعث شد شکست بخوره. اون دیگه به این گفته آقا این توییتر رو ول کن احمق جون، تو رئیس جمهوری، همه امکانات تکنیک و فلان اینا دستت، برو بشین کارات انجام بده. ولی اون برای خودش داره میچرخه، گفت یک چهارم از وقتش رو تا حالا توی این چیزای وکیشنش گذرونده. طرفی که ایراد میگرفت از اون که چرا اون میره تفریح و اینا، خودش یک چهارم از این 60 خورده روز رو در وکیشن به سر برد. روزگار غریبیست واقعا. خدمت به خلق یعنی عبادت راستین. ممنونم. و اما معلم، دیدید که برنامه ما میره مهندس فلانی، دکتر فلانی، امروز برنامه داریم آقای دکتر فلانی، دکتر فلانی، دکتر فلانی، دکتر فلانی. این برنامه رو تقدیم میکنیم به شما ایرانیایی که همه تون مریضین، حالا یا روانی یا جسمانی. بابا میگه جامعه ای که در آن پزشک از همه بیشتر محترم باشد، مردم آن جامعه بیمارند. جامعه ای که در آن نظامی ها از همه محترم تر باشند، مردم آن جامعه وحشی اند. دوتاش داره درباره ما صدق میکنه. جامعه ای که در آن معلم از همه ارزشمندتر باشد، مردم آن جامعه با فرهنگ اند. ما نیستیم. میگن اینو افلاطون گفته. خب هافینگتون پست ریپورت دت ترامپ می آلردی بی دی موست کراپت پرزیدنت این هیستوری. اگه خواستید یه لینک دوستی برای من فرستاده، روی اون که کلیک میکنه مینویسه، و شما اینجا بهش میگفتن، یادتون وقتا میگفتن طرف استشهاد پر کرده، تومار پر کرده، مثلا تو محلش رفته گفته آقا اینجا ما چراغ نداریم، بچه ها شب میان میزنن فلان، به شهرداری، به اداره برق، بعد همسایه هم امضا کردن این تومار رو یا شهادت دادن اون استشهاد محلی رو پر کرده. اینم مثل یه توماره، من امضا کنم، شما امضا کنی، اونها دیگران میفهمن که بابا most corrupt یعنی تا حالا این بدترین کراپشن، کسایی که فارسی یادمون رفته، انگلیسی هم یاد نگرفتیم، عجب خاکی به سر کنیم، این چند سال عمر باقی مونده مونم بگذرونیم بریم نجات پیدا کنیم. اونجا که میگن زبان عربی بلد نباشید تو بهشت نمیاد، من که کاری به بهشت ندارم و از این بابت راحتم، توی جهنم با خانم هایده و محسدی و دیگران. anyway. کراپشن، فساد، فساد، خرابکاری، نمیدونم زیر آبی، چی میگن زیر میزی پول گرفتن، اینا اختلاس، اینا رو میگن کسایی که کراپتن، حکومتای کراپتن. وقتی کلمه مست میاد جلوش یعنی دیگه خرابترین صفت تفصیلی میشه، نه یا عالی، صفت عالی میشه، صفت تفصیلی فکر کنم مثلا بدتر، بعد بدترین میشد صفت عالی. فارسی هم بلد نیستیم، چه خاکی بر سر اون. خب طوفان توییتری در حمایت از سینا دهخان، جوان 21 ساله زندانی با حکم اعدام به اتهام توهین به پیامبر اسلام. از این طوفان‌های توییتری تا حالا چند بار اومده و تنها چیزی رو که طوفان برده اون جوان بیچاره و بدبختی بوده که منتظر اعدام بوده، والا هیچ توییتری چیزی هنوز نشده که یک کار انجام بده. بله توییتر خوبه خبررسانی کنیم،
نمیدونم تومار خوبه خبر رسانی کنی، ولی چه کاری انجام میده؟ هیچ. طوفان توییتری ببینید این ببخش قوه عدسه رسیده، اینه طوفان توییتری در حمایت از سینا دهقان، جوان 21 ساله زندانی با حکم اعدام به اتهام توهین به پیامبر اسلام. یکی نیست به اینا بگه آقا اگه خدا اینقدر قدرت داره، اگه پیامبرا اینقدر قدرت دارن، شماها چه کار هستی؟ این به اونا توهین کرده، بذارید اونا سزاش رو بدن. هم این زندان رو و همین زندگی رو میکنن براش جهنم، هم توی اون دنیا طبق آیایی که شما گفتین هی میسوزوننش، هی میچسبوننش به هم، هی شربت و آب لیموش میدن، هی دوباره میسوزوننش، مثل اینکه خدا مریضه. شما چه کار هستین مثلا؟ ولی داد بیداد کمپوزیسیون ما کارش شده فقط بیاد یه عکسی اونم بذاره رو عکس یه پیرزنی بنویسه صیغه بهتر نمیدونم شیرین ترین چیه اسلام است. میگم آقا آخه این کاری که شما میکنی منتظر چه اثری هستی؟ تأثیرش چیه برای من، برای تو، برای جامعه، برای شما که جنبش های آزادی بخش دارید؟ ما با یه ارتش آزادی بخش مجاهدین داریم، ببینید چه بی‌آبرویی کرده. گفت شاه مسعود تنها جایی که جنبش کرده وسط خانومهایی بوده که از شوهرهاشون طلاق گرفتن، حمام درست کرده و اونجا به جنبونه به جنب. کارمون خیلی خراب. بازم بگم دارم خفه میشه، ببینید دستمالم هم اینجاست اصلا. سلامتی آقای جاوید شافر وقتی برنامه اجرا میکنه آخرش هم شراب میخوره. آقای شافر من فکر کنم اولین موجی تلویزیون هستم که آمدم جلو تلویزیون گفتم بابا همتون عرق میخورید، آبجو میخورید، خب بیان اینجا بخورید. اولین بارم دیده بودم این آقای دیوید لدرمن، سیگار این دستش بود، این دستش هم مشروب بود. بعد سالها بعد یه آقایی بود پیام امیر سلیمانی، این یه برنامه من براش پر کردم، بعد دیدم سیگار و کنیاک دستشه و خیلی از ایرانی ها ایراد گرفتن. گفتم آقا خانم مشکل شما اینه که میدونی این سیگار میکشه و مشروب میخوره، یا مشکلتون اینه که این سیگار میکشه و مشروب میخوره؟ کدومش؟ اگه مشکلتون اینه که این سیگار میخوره و سیگار میکشه و مشروب میخوره، به شما ربطی نداره، هیچ کاری هم نمیتونی انجام بدی و مشکلی هم که براش راه حل نداشته باشی خودتو مریض میکنه. ولی اگر دوست داری که اون بکشه و بخوره ولی شما خبر نداشته باشی، نشون میده شما میخوای در نادانی بمونی و از آگاه بودن میترسی. اینم ماجرا. بیچاره امیدواریم این پسر 21 ساله هم که احتمالاً با همین ماجراهای فیسبوک و اینها، و الا اینا اگه یکم فعال سیاسی بودن، اگه یکم فعال اجتماعی بودن، اولین چیزی که اون بال دستش بهش یاد میده اینه که بزن و دیده نشی، بزن و برو. تو کاراته یادت میده میگه اول سعی کن که دوری کنی از درگیری، بعدم اگه قرار شد درگیری کنی اینجوری باید باشه، نه اینا یکی یکی چپنده. خب آقا این جوون بدبخت نشون داده که ساده است که افتاده دست اینا خونده. حالا شما چیکار میکنی؟ هی عکسشو پخش کن، هی منم بخونم تو برنامه، فردام اینو اعدام میکنن، شماره اعدامه رو هم زیاد کنن. خب چیکار میکنی؟ هیچ. دوستان بس دیگه، گفت بس دیگه سوختم، شعله رو خاموش کن. در انتخابات 72 هم به نفع هاشمی تقلب شده بود. واقعا این اپوزیسیون عجب اپوزیسیونه، تازه نشسته انتخابات 72، الان 96ایم 96ایم، اینا برگشتن 24 سال پیش دارن بررسی میکنن، یعنی تازه از ماجرای مصدق و شاه و 28 مرداد و 25 مرداد و اینها نجات پیدا کردیم. از انقلاب دزدیده شد، انقلاب مجاهدین انقلاب کردن، خمینی انقلاب کرد، روشنفکرها انقلاب کردن، نجات پیدا کردیم، تازه رسیدیم به 24 سال پیش انتخابات، که در انتخابات آن وقت هم رفسنجانی نمیدونم تقلب کرد. خب که چی میخوای چیکار کنی؟ قدرتی داری؟ میتونی کنترل کنی؟ میتونی جلوشونو بگیری؟ کارمون خیلی خرابه. چند بخشه؟ کارمون خیلی خرابه. بشمارید دیگه، ببینید چند بخش.
خب روزها فکر بعدن ساعتها، این نشون دادم بعدن ساعتها نوشتن، پس از سالها مطالعه و کار و زحمت یک مقاله می نویسم تا جلب توجهتون کنه. اینا همون دوستمون فرستاده که بهتون گفتم ایشون می نویسه که بعد میاد 18 دقیقه برنامه میذاره. من قولتون میدم این 18 دقیقه حداقل 5 ساعت 6 ساعت if not more، اگر نه بیشتر ایشون وقت گذاشته. برای که ازشون تشکر کنیم یک دقیقه من فرصت بدید تا این فایل رو اضافه کنم اینجا شما در تلویزیون مردم ببینید، این فایل رو اضافه کنم به فیسبوک شما در فیسبوک سوربی ببینید، این زیر میاد شما هم در فیسبوک تلویزیون مردم. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و یا اینکه لازم نیست سخنگو باشین راجع به چیزی صحبت کنید، میتونید اگه یه فیلم جالبی هست، یه ویدیویی هست که با نظر شما موافقه یا حتی مخالفه، میخوای نظر دیگران رو دربارش بدونی، با یک هزینه خیلی کمی اون فیلم رو از تلویزیون مردم نشون بدید. یا میتونید به صورت دوزی بیاین تو تلویزیون مردم وقتی من دارم راجع به فرای پهلوی حرف میزنم، شما راجع به نمیدونم شاویز ویزک حرف بزنید، بعد منم بگیرم بنزمتون بیرون، هر کدوم که دوست دارید نشون بدید چقدر میفهمید و نشون بدید که هنر نزد ایرانیان است. و بس پس یک لحظه که نه، یک 30 ثانیه‌ای به من وقت بدید تا این نوار رو بذارم. دلیل این که این وقت رو میخوام که صدای تایپ داخلش نیاد، از اینجا پخش بشه، از اون کامپیوتر اصلی. حالا چرا من این توضیح ها رو میدم اینگاه که شما اینجا نشستی میبینی که اینجا یک کامپیوتره، چی شد چرا اینجوری شد؟ بفرم گفت چطور شد که اینطور شد؟ نمیدونم. روز روزگارتون خوش، با ما باشید که جایی بهتر از اینجا نیست. اگر جایی بهتر از اینجا پیدا کردید به منم خبر بدید، اینجا رو ببندیم با هم بریم اونجا. سیزه بدر چه خبره؟ کجا میرید؟ ما آگهی برای سیزه بدر نداریم. اگر برنامه‌ای دارید برای سیزه بدر، گفتم آقای چیز برنامه داشت توی سوئد، بعد گفت خب بیننده‌ها که از اونجا نمیان. گفتم آقای فرهومن از شما بعیده، شمایی که تو کار رادیو تلویزیون هستید بعیده، این روزا دنیا شده یک دهکده کوچک. از کجا میدونید که یه نفر داره برنامه من نگاه میکنه؟ توی آلمان قرار بیاد خواهرش و برادرش رو توی سوئد ببینه تا میفهمه که شما با این سابقه خوبتون رادیو کیان ایران میخواد برنامه بذاره، بگه آره من میرم اینجا، جاشو معین میکنه، زنگ میزنه، بلیط میخره، خواهرش و برادرش و اینا رو مادرش رو میاره اونجا. باید یاد بگیره. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. روز روزگارتون خوش و با ما باشید.